برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با امیر کسروی، کارشناس هواپیمایی از تورنتو کانادا. آقای کسروی، این قراردادهایی که بین ایران و ایرانیر و بوئینگ پس از توافق ژنو به امضا رسیده و همونطور که گفته شد توسط تیر ماه هم بنا به گفته مدیر عامل شرکت هواپیمایی اعتبار نداره، آیا میتونه نیازهای صنعت هواپیمایی ایران رو برآورده کنه و اساسا تغییر محسوسی به وجود بیاره یا نه؟ توجه با عرض سلام، توجه داشته باشید که مسئله صنایع هواپیمایی ایران در دو جهت مختلف دچار کمبودهای بسیار بسیار عظیمی است، یکی در بخش اقتصادی، یکی در بخش ایمنی پروازی. از نظر ایمنی پرواز هواپیما فرسوده است. از طرف دیگه در منطقه شما توجه داشته باشید قطر، امارات و اتحاد، سه تا ایرلاینی که بعد از انقلاب ایران در حقیقت تأسیس شدن، مجموعاً با 462 هواپیما در حقیقت تمام بازار اون منطقه رو قبضه کردن. اگر ترکیه رو اضافه بکنیم که 266 هواپیما داره، یه چیزی نزدیک 728 هواپیما در اونجا در حال فعالیته. و امارات به تنهایی از سال 2006 به این ور تونسته در عرض هر سال 5 میلیون نفر به تعداد مسافرهایی که حمل میکنه اضافه بکنه و سال گذشته جمعاً در حدود 4 میلیون مسافر حمل و نقل کرده که میشه نفر در حقیقت رتبه چهارم از این جهت در سراسر دنیا. بنابراین ایران به طور کلی در عرض 36 سال گذشته به نظر میرسه که حداقل 50 سال عقب افتاده، برای اینکه ایران یه چیزی نزدیک 450 هواپیما لازم داره تا بتونه جواب نیازهای داخلی و بین المللی و منطقه‌ای رو بده. و برای رسیدن به یه همچین تعداد هواپیمایی ما حداقل احتیاج به 50 سال فرصت داریم، برای اینکه تربیت خلبان‌ها و تعمیر نگهداری هواپیماها، رادارها، فرودگاه‌ها، بسیاری از عوامل جانبی وجود داره، به اضافه اینکه ایران متاسفانه نتونست اون جوابگوی ساخت هواپیما باشه. متاسفم از اینه که 4 سانحه هواپیمایی داشتیم ما در مورد اون هواپیمای ایران 140 که ایران تلاش کرد که بسازه و بالاخره همه رو مجبور شدن از دور خارج بکنن. بنابراین توجه بکنید که در دو جهت مختلف ما دوچار مضیقه هستیم در ایران، و بیشتر از همه من فکر میکنم مردم ایران دارن صدمه میبینن تو این جریان، و متاسفانه این داستان ادامه داره. و این تحریمایی هم که ایشون صحبت میکنن در حقیقت اپریل سال گذشته به توافق رسیدن و مربوط بوده به قراردادهایی که قبل از سال 1979 بوده، و 18 تا از موتورهای هواپیما را قرار بوده که جنرال الکتریک تنظیم بکنه و تعمیر بکنه که ظاهراً 8 تاش انجام شده و این موضوع هنوز ادامه داره و همش بستگی داره به اینکه این مذاکرات انرژی اتمی به کجا کشته خواهد شد. ممنون از شما آقای کسروی، کارشناس هواپیمایی، که در این بخش برنامه با ما بودید.